کشته شدن دومین قربانی حادثه تروریستی مشهد، یکی از دو روحانی که در این حادثه زنده مونده بودن و به بیمارستان منتقل شده بودن بعد از عمل جراحی سختی که داشتن و به دلیل شدت جراحتشون یکی دیگرشون هم جونشون رو از دست داد. با ما تو این ویدیو همراه باشید، راجع به این اتفاق و جزئیات جدیدی از این پرونده باهاتون صحبت میکنم. شما هم برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام به دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ به کانال خودتون کانال زر تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. متاسفانه دومین روحانی مضروب حادثه حرم امام رضا هم جونش رو از دست داد و به شهادت رسید. به گزارش خبرگزاری صدا سیما، یه روحانی دیگه از سروانی بعد از عمل جراحی سختی که داشت به دلیل شدت جراحتش جونش رو از دست داد و به شهادت رسید. در این باره پزشک این روحانی دکتر مسعود خانی توضیح داده که حجت الاسلام محمد صادق دارایی که جوان‌ترین طلبه هم بوده روز گذشته عمل سختی رو پشت سر گذاشت، اما در نهایت این روحانی جوان بر اثر عوارض ناشی از اصابت ضربات متعدد چاقو جونش رو از دست داد. مدیر بیمارستان شهید کامیاب مشهد مقدس هم در این باره گفتش حجج اسلام پاکدامن و دارایی پس از جراحی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند که حجت الاسلام پاکدامن به وضعیت پایدار رسید و به بیمارستان رضوی منتقل شدش. اما طلبه جوان حجت الاسلام محمد صادق دارایی، یکی دیگه از روحانیان مضروب، بر اثر شدت جراحت وارده وضعیتش وخیم شد و متاسفانه جون خودش رو از دست داد. هر سه روحانی که در این حمله مورد سوء قصد قرار گرفتن ساکن حاشیه مشهد و منطقه شهرک شهید رجایی یا همون قلعه ساختمان بودن و توی این منطقه زارب هم ساکن بوده که زارب هم احتمالا توی این منطقه با این سه روحانی آشنا شده و تصمیم گرفته که بهشون حمله بکنه و برنامه‌ریزی بکنه برای قتلشون. این سه روحانی توی این منطقه تبلیغات دینی مذهبی انجام میدادن و کارهای فرهنگی انجام میدادن. در ادامه یه ویدیو کوتاه از حجت الاسلام محمد صادق دارایی، دومین روحانی که توی این حادثه کشته شده، با هم تماشا میکنیم. رحمان رحیم، ما در مراسم سنتی شب برات با رفتن سر مزار عزیزانمون، اونهایی که سالهای قبل کنار ما بودن اما الان جاشون تو زندگی ما خیلی خالیه رو یاد میکنیم. امسال با وجود بیماری اخیر توان حضور بر مزار عزیزانمون رو نداریم، اما به جاش ما یه طرحی داریم به نام طرح 313 که میخوایم 313 بسته مواد غذایی، هر بسته به ارزش 100,000 تومان رو تقدیم خانواده‌های نیازمند بکنیم. ما در این طرح دو تا هدف رو داریم دنبال میکنیم. هدف اول، میخوایم از اسراف جلوگیری بشه، و اما هدف دوم، میخوایم اون نیازمندهایی که زندگی الان خیلی سخت داره براشون سپری میشه رو یاری بکنیم. پس بیایم همه با هم دست به دست هم بدیم و با ذکر یا مهدی و با پرداخت حداقل 10,000 تومان حمایت بکنیم این خانواده ها رو. بسم الله. حتما نظرتون راجع به این حادثه و این اتفاقی که افتاده توی بخش کامنت ها برامون بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم ببینید.